درود می‌فرستم برای کانال جدید از کشور آلمان هانوفر. اینجا تظاهراتی بود در علیه طالبان و یکی از سازماندهان اینجا شرکت کردن، مصاحبه داریم که چون طالبان در دوحه مذاکره داره، بخاطر همین مردم اعتراض میکنن در دفاع از زنان ایران و همچنین علیه طالبان. ببینم نظرشون در رابطه با طالبان چیه. سلام و احترام به تمام دوستان آسانین که منو بیننده هستن و من صدای اون خانمایی هستم که نمیتوانند تظاهرات کنند توی کشور افغانستان و طالبا سرکوبشون میکنه. ما صدای اون زنان هستیم. ما پایان حکومت طالب میخواهیم. جهان باید در مورد بدیل طالب بحث کنه، نه با طالب. ما میخواهیم که جهان در مورد بدیل طالب، حکومت و حاکمیت بدیل طالب که از اراده مردم افغانستان برخواسته باشد، از آرای مردم افغانستان برخواسته باشد صحبت کنم، نه با طالب آدمکش، ناقص حقوق بشر، دشمن آزادی و سعادت انسان، فرهنگ ستیز، زن ستیز، توسعه ستیز. با طالب نباید تعامل کرد. این کسایی که عامل بحران چندین بودی در افغانستان هستند، باید در برابر مردم دنیا، در برابر مردم افغانستان جوابگو ساخته شود. امروز دعوت شدن برای اینکه دنیا میخواهد با ایش تعامل کنند. با چه خاطر؟ به خاطر از اینکه هر کس دنبال منافع خود است. به خاطر از اینکه طالبان آغاز کردن معامله را با کشورهای همسایه از قبیل چین و روسیه و ایران. آن چون به دول همسایه ها می رسن، امریکا دست ماچه شدن، کنفرانس دوها را دایر کرده و بیوز از این که طالبا را پاسخگو بسازن، اونا را به حیث شرکت کننده در این کنفرانس و این استیج بین‌المللی دعوت کرده. ما امروز به نام نهد پاسگاه جنسیتی و افغانستان، ما همه باید نهد به کمال تأسف کنفرانس دوها برخلاف زنان افغانستان که زنان همه روزه زندانی میشن، کشته میشن، خودکشی میکنن، زن و صدها تا در وسیلا در آواره هستن، از خانه ها بیجای شدن، نه آمدن کنفرانس دوها برای چیست؟ بلاخره بالایشان تدعاست صورت میگیرن. وقتی که از زندان میبرن دست به خودکشی میزنن. اما تنهای عزیز و خانما و برامنا، آره شما صدای دنهای افغانستان شدید. بلاخره من با کمال دست مجدی صحبت میکنم. چرا برازی که ببینین افغانستان نه پناک زندانیستن، نانم ندارن، هوام ندارن. شما این نه افغانستان که جنسیتی در افغانستان کلمون ها بودید. از ایرانی حرف میزنم که 45 سال برادر ناتنی طالبان در ایران حاکمه. مردمی که در افغانستان، زنانی که در افغانستان از روزی که طالبان اومده سر کار آرام نمیشستن، علیهش مبارزه کردن. به خاطر اینکه طالبان متعلق به قرون وسطاست، به دورانهای قدیمه، به بشریت در افغانستان ربطی نداره و زنان حق داشتن و حق دارن علیه طالبان مثل همیشه که اینجا جمع شدیم در افغانستان مبارزه بکنن علیه طالبان. چون طالبان به خاطر اینکه ضد زنه، ضد کودک، تجاوزگره، ضد آموزشه، ضد سکولاریسمه، ضد مترقی بودنه، همه اینا هستش. به خاطر همین مردم افغانستان در طول مبارزهشون نشون دادن که طرفدار سکولاریسم بودن، آزادیسم بخواد، مدرن نمیخوان، اینها را نشون دادن در طرفشون. به خاطر همین طالبان متعلق به جامعه افغانستان نیست. حضور ما اینجا هستش که به دولت‌های غرب بگیم که دست بردارید از مماشات با طالبان، از پاکستان بهش بگیم دست برداره از حمایت، جمهوری اسلامی باید دست برداره از دفاع از طالبان. به خاطر اینکه مردم افغانستان، زنان افغانستان
بتونن خیلی راحتتر و سریعتر این طالبان از جامعه از بین ببرن و سرنگونش بکنن. جامعه جهانی افکارش با ماست. توده مردم در جهان صدای زنان افغانستان رو شنیدن، صدای زنان ایران رو شنیدن. اینا میدونن فقط کافی دولت های غرب ما اینجا فشار بذاریم که اینها حمایت کنن از این جانوران اسلامی که ربطی به جامعه ایران ما و افغانستان ما ندارن. مطمئن باشید اگر حمایت این دولت های غرب، حمایت دولت پاکستان از طالبان و از مستمین نباشه، زنان اونجا به سرعت میتونن هر دو حکومت را سردگون کنن و این طالبان و این افراد سران جمهوری اسلامی توسط همین زنانی که در افغانستان مبارزه میکنن محاکمه خواهند شد. زنده باشید.